استفاده از سم کارت های غیر راجع سر شده و دستیاب بودن آن در بازارهای کشور نگرانی هایی را برای شهروندان و نهادهای امنیتی کشور ایجاد کرده است. با این حال مسئولان اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگویند هرچند در گذشته نیز تفاهم‌نامه میان این وزارت و شرکت های مخابراتی برای ثبت و راجستر سم کارت ها امضا شده بود، اما ظاهرا به این تفاهم‌نامه به گونه جدی عمل نشده است. خیر محمد فیضی معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات با انتقاد از شرکت های مخابراتی گفت شرکت های مخابراتی با طرز عمل ها و مکانیزم هایی که پیش از این از سوی این وزارت تهیه شده بود توجهی نکرده است. تمام امو مکانیزم ها طرز عمل و اسناد را که در قسمت تنظیم پروسه ثبت و راجستریشن سیم کارت ها قبلا ساخته شده بود از طرف اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و در تفاهم و موافقه شرکت های مخابراتی متاسفانه او جامعه عمل نپوشید و ثبت و راجستریشن سیم کارت ها تا هنوز در مارکت به شکل غیر منظم به فروش میرسه. معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی عدم ثبت سیم کارت های شبکه های مخابراتی را چالش برانگیز دانسته گفت برای جلوگیری از فروش سیم کارت های غیر راجستر شده تفاهم نامه میان وزارت مخابرات و شرکت های مخابراتی امضا شده است. شرکت های مخابراتی مکلف به فروش سیم کارت ها به صورت غیر فعال می باشند، یعنی تا در امی مدت 3 ماه شرکت های مخابراتی موبایل مکلف ساخته شده تا سیم کارت هایی را که قبلا از طریق نمایندگی های فروشاتشان به فروش رسیده اونا را به صورت کل ثبت راجستریشن بکنن. و افزود بر اساس این موافقت نامه شرکت های مخابراتی مکلفند تا در جریان 3 ماه آینده تمام سیم کارت های غیر قانونی خود را ثبت و راجستر کنند. با این حال معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی گفت در صورت عدم اجرای این روند با متخلفین برخورد قانونی صورت میگیرد. ده قانون په احکام که ده 85 ماده ده قانون ده مخابراتی خدمات و ده تنظیم په قانون که دست راغلی دی چه کدوی سرغلونه و که ده سیم رجسترشن په حق له، یعنی طول مخابراتی شرکتونه دوی تا ده دو میلیون نه تر یو سل میلیون افغانی و پوره جریمه وزه کیگی. بر اساس آمار وزارت مخابرات در حال حاضر نزدیک به 80% سیم کارت های فعال شبکه های مخابراتی در کشور راجستر شده اند.